اوقات خیلی بود ماخو قاری ماخو خیلی بود ماخو زرانه ترکته. شهر ایراد در جنوب افغانستان روز شنبه 15 میزان در ساعت 11:42 دقیقه به وقت محلی 4 بار لرزید. اداره زلزله نگاری وزارت معدن و نفت طالبان در اطلاعیه گفت 4 زلزله به بزرگی 6.2 ریشتر، 4.7 ریشتر، 5.5 ریشتر و 6.3 ریشتر با عمق 10.6 کیلومتر رخ داده که مرکز آن شهرستان زندجان هرات بوده است. من نن د هیواد په درو ولایتونو لکه هرات، بادغیس او فراه کې زلزله راغلې ده. د زلزلې له امله په هرات کې ډېر مرګ ژوبلولې ده. د زندجان ولسوالۍ کې چې د سنجاو، د اسدالله او سربلند کلي کې او د وردکانو کلي کې 15 کسه شهیدان لرو او تقریبا تر 30 کسو پورې زخمیان لرو. چې دا ابتدایي امر دي، ممکن چې دا امر نور هم زیات شي. او په فراه او بادغیس کې څه ناڅه کورونه په جزئي توګه تخریب شوي دي، خو کلي تخریب نه لرو او ځاني تلفات هم په بادغیس او فراه کې تر اوسه پورې نشته. ساعت پس از وقوع زلزله در هرات، فرانک هوگربیتس، پژوهشگری که در سازمان سنجش هندسه منظومه شمسی حالا کار میکند، در مطلبی که در شبکه ایکس منتشر کرد از وقوع پس لرزه در روزهای آینده هشدار داد. این پژوهشگر که زلزله مرگبار ترکیه را 3 روز پیش از وقوع آن پیش بینی کرده بود نوشت: پس لرزه ها احتمالاً در روزهای آینده ادامه خواهند داشت، در حالی که به نظر می رسد 6.5 ریشتر شوک اصلی است. لرزش قوی دیگر نیز ممکن است. فرانک هوگربیتس علاوه کرد که در هر صورت هوشیار باشید. تصاویر منتشر شده در رسانه های اجتماعی نشان می دهد که هزاران نفر از ساکنان هرات در پی وقوع زلزله از خانه هایشان خارج شده و در میدان های شهر تجمع کردند. در برخی از نواحی هرات سقف چند خانه فرو ریخته است. این زلزله ها در استان بادغیس و بخشای از فرا و نیمروز نیز احساس شده است. بسه
رسانه‌های ایرانی خبر دادند زلزله در بخش‌هایی از این کشور از جمله در استان خراسان رضوی نیز احساس شده است. تصاویر منتشر شده از مشهد نشان می‌دهد که مردم از ترس فرو ریختن خانه‌ها در خیابان‌ها تجمع کردند. خبرگزاری ایرنا نوشت که زلزله علاوه بر افغانستان و ایران بخشهای از ازبکستان و ترکمنستان را نیز لرزانده است. خبرگزاری مهر به نقل از هادی ذوالفقار از مسئولان شهرستان کاشمر گفت که مدیریت بحران این شهرستان در حال آماده باش قرار گرفته است تا در صورت گزارش تخریب خانه ها و آسیب رسیدن به مردم اقدام کند. و همچنان در پی زلزله های شدید در ولایت هرات، سقوط سنگ های بزرگ در مسیر را مسدود ساخته و همچنان سرک بند بخرچر مسدود شده است.